بر شما وقتتان بخیر و پس از خبر امشب خوش آمدید. شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود میگوید که هیچ نشانه برای قطع رابطه طالبان با القاعده وجود ندارد. در این گزارش آمده که روابط نزدیک القاعده با طالبان یک تهدید جدی در برابر ایالات متحده است. حالا گروه طالبان هرچند این گزارش را رد میکنند، اما حکومت افغانستان میگه که هنوزم طالبان و القاعده برای رسیدن به هدفهای مشترک در افغانستان و منطقه رابطه خود را حفظ کردن و رابطه خوبی دارند. اما سوال اینجاست که این گزارش در این مقطع زمانی چقدر میتونه بر افغانستان مهم باشه، چقدر میتونه بر منطقه و جهان مهم باشه؟ آیا در تصمیم گیری ها تغییر ایجاد خواهد کرد یا تصمیم گیری ها به تعویق خواهد افتاد، آنچه که بحث خروج نظامیان خارجی از افغانستان هست، یا همچنان این جنگ ادامه خواهد یافت پس از خروج سربازان خارجی از افغانستان؟ اینکه 4 جولای بخش این نیروها از افغانستان بیرون خواهند شد، آنچه که رسانه های خارجی هم بیان کرده و مسئولان آمریکایی هم گفتند. در کنارش پس از 11 سپتامبر چه خواهد شد؟ آنچه که 2014 هیولای معرفی شده بود آنچنان یک وضعیت خواهد بود و آب از آب تکان نخواهد خورد یا نه تحولاتی هم در راه است؟ بیشتر صحبت خواهیم کرد با قایان مردانیان و روین پس از رفت و برگشت. در این گزارش که توسط گروه ناظران سازمان ملل متحد تهیه شده، 18 کشور عضو این سازمان تایید کردند که طالبان روابط خود با القاعده را حفظ کرده و هیچ نشانه برای قطع رابطه این دو گروه وجود ندارد. طالبان و القاعده پریکون سخت ده، ځکه دوی د مشترک وګټ او ترڅنګ ژور ایدئولوژیک تړاو لري. طالبان ته په افغانستان کې د اقتدار معادله غلطه تشریح شوې ده. بر بنیاد این گزارش شورای امنیت سازمان ملل، بخشی از رهبری طالبان به ویژه ملا یعقوب پسر ملا محمد عمر و سراج الدین حقانی از معاونان گروه طالبان علاقه به روند صلح ندارند و طرفدار راه حل مسئله افغانستان از راه نظامی هستند. القاعده په افغانستان کې په دې نسبت وجود نه لري چې القاعده په خپلو ملکونو کې نږدې جنګونه هلته شروع شول او ځایونه پیدا شول. در حالی که طالبان حضور هر گونه جنگجویان خارجی در افغانستان را رد می کنند، اما این گزارش دریافته است که دست کم 8 تا 10 هزار تن از جنگجویان مختلف خارجی زیر چتر حمایتی طالبان در افغانستان فعالیت دارند. عامل عمده قتل‌های هدفمند در افغانستان نیز طالبان قلمداد شدند. با وجود ادعای مسخره آقای جو بایدن که ما پیرو شدیم در جنگ افغانستان و بن لادن را کشتیم و القاعده را تصحیف کردیم از بین بردیم، القاعده قوی تر از دیروز و 2001 امروز در افغانستان و پاکستان حضور دارد. در این گزارش آمده که طالبان کنترل 50 تا 70% خاک افغانستان، البته غیر مرکزهای شهری را در دست دارند و یا برای به دست آوردن آن تلاش می کنند. این در حالی است که روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان آغاز شده و قرار است که پیش از 11 ماه سپتامبر تمامی این نیروها افغانستان را ترک کنند. همزمان با این روند حملات طالبان شدت بیشتر گرفته و گفتگوهای صلح میان افغانها هم پیشرفتی ندارد. آنچنان گفتم آقایان جنرال ناصر مردانیار تحلیلگر نظامی را از جرمنی با خود داریم، دکتر متین روین تحلیلگر سیاسی را هم از آمریکا. درود بر هر دو بزرگواران، ممنون از حضورتان. اگر بحث را با شما آغاز کنم جناب مردانیار، نشر گزارش شورای امنیت سازمان ملل در این مقطع زمانی بر افغانستان چقدر مهم بوده میتونه؟ هرچند رئیس شورای عالی مصالحه ملی سخن از قرار داشتن در همون نقطه صفری قبلی درباره صلح افغانستان سخن میزنه، حالا رابطه القاعده و طرف طالبان همچنان استوار است، همچنان در چند گزارش قبلی هم آمده بود. ما داریم به کدام طرف میریم؟ سلام به شما و میمان عزیز شما و بینندگان محترم شما. خبر تازه‌ای نیست، دلیل تازه‌ای نیست که القاعده با طالبان نه یک وجه مشترک دارن. هر دو گروه تروریستی هستند که منبع و منشی تجمعات زینا و مراکز ترنینگ یا تعلیم تربیه زینا در خاک پاکستان است، چون رهبر درجه اول از اونا به نام اسامه بن لادن در پاکستان در ایبت آباد کشته شد. وقتی که اینا خبر نشر میکنن، تمام تحرکات
طالبا و القاعده از نظر CIA و از نظر بخش استخباراتی اتحادیه اروپا و کشورهایی که زی دخل هستند در قضای امنیتی افغانستان پنهان نیست و اینا میفهمند. ایگه به تازه نیست. ما شما ببینیم در افغانستان گروه تایر یلداش در اینجا هست، گروه جمعه نمنگانی در اینجا هست، گروه های چین در اینجا هست، چیچینی ها و داغستانی ها در اینجا هست، پاکستانی ها در اینجا هست، بنگلادیشی ها و حتی گفتم میتونم که از هر چمن سمن اینجا هست، سمن در اینجا هست، ولی هیچ کدام از اینا از دید امریکا و متحدین امریکا پنهان نیست. ولی امریکا خاطر مبارزه با تروریسم در افغانستان آمده بود و خاطر تحقق دموکراسی در افغانستان آمده بود که هر دوی هزیره نتانست که پیاده بکنه و نتانست یا نخواست که پیاده کنه. خب اگر از لحاظ ابر قدرت بودنش ما فکر بکنیم بسیار با سادگی میتونستن ایره مار بکنن، ولی تکنیک و تکتیک دوم امریکا در اینجا بود که اینا باید کشورهای مشترک المنافع را ناامن بسازن توسط این همی افراد و کشورهایی که در پاکستان ترنینگ میبینن و مدغم هستن با گروه های اراس افکن به نام طالب و به نام القاعده. اینا اصلا او منفعت در نظر گرفتن، نه ای که اینا اونمو لانه ها و بقایای تروریسم در افغانستان از بین می بردن و در نظر داشتم این صحبت تان. پس حالا که اینا خب بحث ابرقدرت بودن آمریکا را اگر ما در نظر بگیریم، اینکه توانایی محو طالبان را دار از افغانستان زمانی که 52 در 2001 به افغانستان روان میکنه، طالبی تا سال 2004 یا 2005 در کار نمی باشه، حتی طالبان حاضر میشن که بیاین بخشی از نظام شوند. اما طرف آمریکایی ها رد میکنن مسئله را، کار میکشه به اینجا. اما در حال حاضر این گزارش چقدر میتونه سودآور باشه؟ فایدهش برای افغانستان چی؟ هرچند شما گزارش تکراری میخوانین، بار بار این مورد در گزارش‌های قبلی هم اشاره شده بود، سودآوریش چی؟ خب اینا به خاطر از این که دو مسئله را در اینجا اینا میخوان که مطرح بکنن، یک حراس ایجاد بکنن، باز هم میگم برای کشورهای مشترک المنافع یک حراس ایجاد بکنن، به خاطر از این که مسبب شکست ایالات متحده آمریکا در افغانستان روسیه، چین و ایران شد. و منبع دومی که با حمایت از چین تجهیز کرد القاعده و طالبان را او پاکستان بود. ما شما میبینیم که تحرکات پاکستان از کجا آغاز میشن، تحکیمات از این که ما بگویم برخی جبه خانه از لحاظ نظامی یعنی سلاح و مهمات از اینا از کجا اکمال میشه که در مقابل یک قوای منظمی که ما یک اردوی منظم داریم، یک پلیس منظم داریم، در مقابل از اینا این گروه میجنگه یا اینمی برخی جبه خانه اینا از کجا میکنن، یا اینمی مهمات از کجا میکنن، یا اینمی قدرت فیزیکی را که در مقابل قطعات منظم ما اینا 40 شب 40 روز می جنگن اینا از کجا می هراس ایجاد کردن هست. چقدر میتونه حداقل وضعیت را متحول بسازه؟ به سود افغانستان تمام خواهد شد یا همچنان اینجا میریم به طرف خانه جنگی و دردسری که قرار است ایجاد شود برای افغانستان به از دید برخی؟ خب در مقابل از این گروه ها فعلا بعضی تجمعاتی در اونجا صورت گرفته در داخل افغانستان، انسجام ها در حالت شکل گیری هست، حتی گروه های چپی سابق به نام حزب وطن و حزب دموکراتیک خلق افغانستان و گروه کار و سازا و ساما و اینا هم امروز دست به کار شدن به خاطر دفاع از خود و دفاع از مردم در مقابل طالب. این اعلامی از اینا باز بر خدمت شما عرض میکنم که اصلا ما خوب 42 سال از جنگ میبینیم، ما عادت کردیم با جنگ، فقط اینا میخوان که حراس ایجاد بکنن با اون کشورهایی که مسبب شکست آمریکا در افغانستان شدن. بسیار تشکر. آیا جز حراس ایجاد کردن مورد دیگری هم است؟ آقای روین اول خوش آمدین، و در موجودیت این رابطه میتونیم بریم به طرف صلح؟ سلام بر شما، خوش هستم از دیدن شما و احترام برای جنرال مردانیار هم تقدیم میکنم، احترامات خود مردم نجیب افغانستان. افغانستان در یک موقف بسیار حساس قرار داره که متاسفانه اگر حال ما شما تحلیل کنیم، امریکا هم در یک حالت قرار دارد که به صورت اساسی نمیفهمند که به کدام را بروند، و گرچه در قبال اهدافی که اونا به افغانستان رفته بدن او هم نیم کلا
او را تانستن خلاص بکنن و انوز هم پرابلم های زیاده در افغانستان موجود است و آقای ترامپ آقای بایدن نشده. اینجا نیمکره گذاشته شده. بله خلاص نشده و از نقطه نظر دو بویده که اگر با شما ببینیم از طریق نظامی و سیاسی حتی در امریکا هم یک کشش بسیار زیاد موجود است در اینجا که شخصت های نظامی اینا فکر میکنن که این پالیسی غلط است که افغانستان ترک کردن و طالبان هنوز هم با القاعده رابطه دارن و از در قسمت تروریسم هم بسیار فعال هستند و نمیخوان که به طرف صلح هم به از راه صداقت پیش برند و در ضمن هم اینا پرابلمایی که در داخل افغانستان موجود میباشه که در نایه حکومتداری عدم اجماع رهبریت در این قسمت این هم پرابلمای بسیار زیاده که هم از هر طرف دیده میشه. طوری که شما فرمودین نماینده مخصوص ملل متحد که در بررسی از طالبان اونا گفته بودن که در حدود 200 یا 500 مردمای القاعده در افغانستان بسیار زیاد فعال هستند و در ضمن هم 20 گروپ های مختلف تروریست ها در افغانستان و در پاکستان هم در اینجا چه می باشند. طوری که هم ذکر شد که در ماه اکتبر یک نفر دوم القاعده به نام المصری اونا را چه کردن در و هم یک نفر دیگر به نام حنیف در که اونا هم از قاعده بدن قوای ویژه افغانستان هر دوی از اونا را از بین بردن. معلوم میشه که متاسفانه آقای بایدن در یک موقف بسیار مشکل هم قرار داشت که هم فشار امریکا از طریق سیاسی و هم تصمیمی که خود ترامپ گرفته بود در قسمت صلح با طالبان و در افغانستان هم نگاه کردن که متاسفانه پرابلم های از اونا هم دیگر کدام چاره دیگه نداره و حال به فکر از اینا هستن که چطور بتانن به اصطلاح یک بیری خمیری خوب جور شود که تا بتانیم که هم خرما و هم ثواب شود. یک چیز بسیار مشکل می باشم آقای آریان. متصور بودم میتونه که نشر این گزارش ارتباط داشته باشه با ادامه حضور آمریکایی ها در افغانستان. این که این گزارش نشر شود 4 جولای هم نزدیک است، 11 سپتامبر هم نزدیک است. رای یا به قول برخی شما بحث بینی خمیری رو مطرح کردین یا راه گنجشکک باز شود برای ادامه حضور آمریکایی ها در افغانستان، این سناریو چقدر میتونه متصور باشه؟ از نقطه نظر دید ما آقای آریان من فکر میکنم که اگر بسیار مشکل خواد باشه که آقای بایدن این تصمیمی که گرفته او را دوباره به اصطلاح ریورس کنه و بگوین که ما نه ای را قبول نداریم و میخواییم که تا که به صورت اساسی آواز من را بشنوین؟ بله میشنویم. بسیار ببخشید برای اینکه تمام چیز تاریک شد من هم به تشویش شدم. بله و من فکر نمی کنم که امریکا این تصمیم خود یعنی ریورس کنه به این اساس و در چوکات صلح آیا چی فشارهای اینا میتونن که برای طالبان و به حامیانشان بیارن که در دوباره در میز مذاکره بشنن و به طرف صلح بروند. کدام رای دیگر ما دیده نمیتونم. بسیار تشکر. اما جناب مردانیار سوال دیگه ای که اینجا مطرح میشه، خب گزینه باشه برای فشار، آوردن فشار بر طرف طالبان، پاکستان که لانه امن دهشت افغانی یا طرف طالبان خوانده میشه یا لانه طالبان خوانده میشه که تمویل تجهیز آنچه که شما اشاره کردین از همینجا میشه. اما جهان حالا به قول برخی یک صدا شدن در بحث صلح افغانستان، دیگر جنگ را در افغانستان نمیخواین. درست است منافع مختلف است اما جنگ را نقطه پایان گفته میشه با که باید اینجا نقطه پایان گذاشته شود در افغانستان. اما این مورد هم فراموش نباید کنیم که ما داریم وارد فاز جدیدی از جنگ میشیم. آنچه که آگاهان
نظامی مطرحش میسازند و در آخرین نشست یا چهارمین نشست جانبی که بین افغانستان، پاکستان و چین هم برگزار شد، یکی از مسئولان پاکستانی اشاره کردند که اگر طرفها کنار نبیایند با هم دیگر، ممکن تهدید جدی متوجه افغانستان شود و بر افغانستان به طرف همون خانه جنگی و این میتونه منافع آمریکایی ها را، منافع منطقه را متضرر بسازه. واقعا جنگ اینجا اجرایی بوده میتونه یا همون دهه 70 اینجا تکرار خواهد شد؟ که مردم تجارب کافی دارن و خاطرات بسیار تلخ دارن، نمیگذارن که در هو آلت بر بگردن برای به ای که امریکا و شورای امنیت ملل متحد تاکید بر این میکنه که القاعده هنوز هم همکار است با طالبا. یک دلیل شده میتونه که طالبا انگشت انتقاد میگذارن بالای امریکا قبل از اینکه اینجا پروسه صلح تحقق بیافه و در اینجا صلح صورت بگیره، ولی شما هر لحظه حمایتتان از نظامی های افغانستان اعلام میکنین و هم ناتو و هم ایالات متحده امریکا که ما از قوای امنیتی افغانستان حمایت میکنیم و اینا را کمک میکنیم. ولی شما چرا کمک میکنین؟ اینا را کمک میکنین که اینا قوی تر شده در مقابل ما بجنگن. با او اساس این دلیل امریکا پیشکش کرد که تا وقتی که شما اینمی گروپ های مثل جبهه نصر است و جبهه جهاد اسلامی است و کجاست و مثل القاعده، اینا را شما از چهار اطرافتان دور نکنین، از وطن نکشین، ما ناگزیر هستیم که قوای امنیتی افغانستان را کمک بکنیم. یک دلیلی واضح دیگه هم هیچ شده میتونه برزینا. و امروز من پیشترم خدمت شما حرف کردم که مردم و یک تعدادی که در افغانستان یک زندگی با سعادت دارن یا یک سهولت واقعی برشان اختیار گروه های ایجاد شده در برابر طالبان، این که از جریان های قبلی بوده، این که چپی بودن یا راستی، اما یکی نگذاشتن هست، یکی رفتن به طرف یک مسئله. توانایی طرف ها در چه حد است؟ آیا با اون نگرانی که شما دارین از تمویل و تجهیز شدن طالبان در این مقطع زمانی، هرچند نیروی امنیتی و دفاعی افغانستان 350 هزار نیرو هست، اما طرف طالبان بین 50 تا 80 هزار تن خوانده میشه در افغانستان، چون گزارش ها مختلف است، اینجوری ارقام شریک ساخته میشه، فکر میکنین که ما داریم فاز جدید از جنگ را تجربه نخواهیم کرد با در نظر داشت صحبت های قبلیتان؟ جنگ همو جنگ است، هیچ تغییری در تکتیک جنگ نامده. جنگ نامنظم است، جنگ پارتیزانی و جنگ تروریستی هست. در اینجا موضع مبدا و موضع مدافع هم معلوم نیست، خط آیل معلوم نیست، سنگر دشمن و سنگر مدافعین وطن در اینجا معلوم نیست. اونا مانند دوست هزار بغل و هزار کوچه و هزار باغ، و بخصوص در این فصل بهار که بسیار ساده میتونن خود صدر خفا بکنن، یعنی خود مخفی بکنن، صدر بکنن در پشت درختها و در پشت جنگلات و در پشت گندمایی که رویده و جواریایی که رویده، در اینجا خود صدر خفا بکنن، بالای پوستا حمله بکنن. این جنگ هست، ولی در جنگ افغانستان در 43 تا 42 سال هیچ طرفی نتونسته که موفق بوده باشه، هیچ حکومتی نتونسته که حاکم بر تمام اراضی افغانستان باشه، و هیچ گروه متخاصم و مخالف نتونسته که حکومت ساقط بسازه. اینجا بیمیلی طرف طالبان را فراموش نکنیم، ملا یعقوب بچه ملا عمر و در این زمان سراج الدین حقانی از کسانی است که یا از کسانی هستند که مخالف کنار آمدن یا تفاهم سیاسی هستند، همچنان از راه نظامی تاکید دارند. اینا نمیتونن مایه خب در اینجا واضح اینا اویت خدا واضح آشکار میسازن که اینا ملیشه های سرسپرده آیسای پاکستان هستن. در اول سرباز ما را، مردم بیگناه ما را هدف قرار میدادن، گویا که سربازای اردوی ملی سپر برای امریکا یا برای عساکر خارجی هستن. اینا در مقابل از اینا استاد میشن، در پشت جبی از اینا خارجی هستن، اینا نمیگذارن که ما خارجی ها رو بزنیم. وقتی که خارجی ها امروز میبراین و میرن، هم 80% هم برآمدن از افغانستان رو ترک کردن، دیگه چی دلیلی به خاطر جنگ میمانن؟ فقط هدف اساسی، هدف پاکستان است که پاکستان سلطه خود بر افغانستان داشته باشه. نه ملا یعقوب
مجاهد و مسلمان است، نه حقانی مجاهد و مسلمان است که در هیچ صفحه از قرآن، در هیچ حدیث مبارک نامده که یک مسلمان یک مسلمان را بکشه. جهاد از یا به خاطر اسلام نیست، جهاد از یا به خاطر اسلام آباد پاکستان است. اسلام آباد آباد میخواین بکنن و میخواین که افغانستان را ناامن بسازه. و دلیل حساسی که افغانستان و پاکستان چرا میخواین ناامن بسازه، ایراس هزی داره که هندوستان دوست بسیار نزدیک ماست، اکثرا قطعات ما را تجهیز میکنه، ما را کمک میکنه در مسئله بند برق سلمو، ما را چقدر کمک کرد. فقط حراس پاکستان از این است که مبادا جبهات دیگی از افغانستان بر علیه پاکستان توسط هند باز نشه. این شدت جنگ نه جنگ اسلام است، نه جهاد است، نه حدیث است، نه قرآن است، هیچ چیزی نیست. فقط جنگ اسلام آباد است در افغانستان. جنگ اسلام آباد افغانستان را به کجا میکشانه جناب روین؟ نشست سه جانبه هم برگزار شد بین افغانستان، چین و پاکستان. اونجا صحبت ها خیلی بلند بالا بوده، هست و ممکن باشه پس از اینم مسئولان پاکستانی بار بار وعده سپردن برای به نتیجه رسانیدن گفتگوهای صلح افغانستان و کنار آمدن با کنار آمدن حکومت افغانستان، اینکه طرف طالبان را وادار خواهند ساخت کنار بیاید با طرف حکومت افغانستان. اما بحث آباد ساختن اسلام آبادی را که آقای مردانیار اشاره میکنن با در نظر داشت بیرون شدن خارجی ها از افغانستان، اینکه بیس ها را سپرده روان هستند، کمپ ها را سپرده روان هستند، کمپ ها خالی هست در خیلی از کمپ های آمریکایی ها و متحدانشان. جنگ افغانستان هم مشروعیت خود را از دست داده، آنچرا که اگر از بعد دینی ببینیم افغانستان داره چه کار میکنه؟ امکان حل مسئله از راه جنگ است؟ طرف طالبان این قدرت را دارن که بیاین نظام را سقوط بتن؟ این سوال شما بسیار سوال دلچسب است. بعضی مطالعات که در منابع بسیار معتبر امریکا هم صورت گرفته، اونا گفتن که افغانستان یک مملکت زود شکن است و اگر قوای بین المللی از افغانستان مبرن، احتمالات زیاد است که در ظرف 18 تا 36 ماه افغانستان بپاشه و پاشیده شوه و هم جنگ متاسفانه بین مردم شروع خواهد شد. در این به اساس ما فکر نمی کنم که به صورت اساسی، ما تخصص ما در مسئله نظامی نیست و به این وظیفه خود نمی دارم که در این قسمت بگویم، اما به این اساس نظر به دید ما به مدت کوتاه برنده هیچ وقت معلوم نخواهد شد. اما طالبان به صورت از اطراف اونا میخوان که احاطه کنند و شما مقاومت دوم فراموش نکنین. آنچه که برخی از فرماندهان جهادی قبلی از جمله حالا بچی فرمانده احمد شاه مسعود یا قهرمان ملی کشور و برخی چهره های دیگر هم دارن روی کار میاین و جبهاتی را شکل دادن در برابر طالبان. آقای مردانیار اشاره به همین موارد داره، چپ و راست حالا داره از مردم به قول آقای مردانیار حمایت میکنن و صدی واقع خواهند شد در برابر طالب. بله، چپ و راست در این قسمت آمادگی میگیرن، اونا در چوکات منطقه و قومی به اساس و رژیم فعلی رهبری افغانستان او مسئله علایده می باشه که چطور اردو و پلیس ملی که در اینجا در 20 سال گذشته خلق شده و پولای بسیار زیاد سر از اونا مصرف شده، آیا اونا در چوکات منافع ملی افغانستان چطور میتونن که دفاع کنن، یا ایست که اونا هم از نقطه نظر قومی و سمتی با گروه های دیگه در وقتی که اگر در یک بحران دیگه که خلق شد ممکن با اونا یک جای خواهد شوند؟ برای از این که باز هم فکر میکنم که از نقطه نظر دید ما مرکز ضعیفتر خواهد شد و اطراف باز شمال باز جای در این قسمت آمادگی زیاد خواهد گرفتن. بسیار تشکر. جمع کنیم صحبت ها را با شما مردانیار صاحب، چون وقت ما کلا تمام هست. ما واقعا صلح را طعم خواهیم چشید با همین وضعیتی که جریان داره؟ طرف طالب برنده خواهد شد؟ اگر نه
گزینه‌ای را که حکومت افغانستان میتونه استفاده کنه در این مقطع زمانی چه بوده میتونه؟ سول در هر حالتش ما همیشه در صفحات فیسبوک خودم نشته کردیم که سول تکتیکی است. اینا به خاطر اکمالات خود، به خاطر تحکیمات موازی خود، طالبا همیشه پیشنهاد سول را ارائه میکنن. اگر واقعا سول هم میخوان باید جنگ نکنن، باید سلاح خود میلیشه پایین بکنن، هر دو طرف بین به طرف میز مذاکره بشینن. یک دلیل ماه رمضان گفتن که ما هم 14 روز از ترکیه تیر کردیم و اینا تشریف نوردن. خیلی کوتاه. موضوع دومی که من پیشتر بر شما گفتم، چون اینا از خود یک استقلالیت ندارن. طالبا اگر از خود یک استقلالیت می‌داشتن، آلو وقت در افغانستان صلح تامین شده بود. چون کلید صلح به دست پاکستان است، چون مراکز و شوراهای طالبا در پاکستان است. طالبا تحت هدایت پاکستان هر حوامری که پاکستان میده او را اینا بس اینا اینجا حالا طرف مذاکره اشتباه انتخاب نشده، اینجا باید حکومت افغانستان با طرف طالبان کنار بیاید. خب اینا یا رهبری از اینا طالب معلوم نیست. ملا عمر دو سال مرد، با دو سال کسی نفهمید، باز ملا منصور آوردن. حال آوازه و شایعه است که ملا ایبت الله مرده. شما ببینین همون ملا ایبت الله یکی به اونمو قیافه و قواره یکی است. ما نمیخوایم که با کسب و کارهای ما تعیین شوه یا تحقیر شوه. یعنی یک آدمی بسیار معمولی، بسیار از معمولی ترش چطور میتونه یک گروهی را با این بزرگیش رهبری بکنه و جنگای افغانستان رو بتونه رهبری بکنه؟ خود در پیش از قضیه آیسای پاکستان است و یک تعداد افراد شانواز تنه هم در اینجا که ما با وضاحت بگوییم، با جرات بگوییم، در بین طالب هاست که خریده های جنگی، مسائل توپوگرافی و مسائل اپراسونی. بسیار تشکر مردانیار صاحب، فرصت ما کاملا تمام است. رو این صاحب وقت شما هم بخیر، نتونستیم آخرین نظر از شما بگیریم. تا درود دیگر، بدرود.